بالاخره پس از 4 دهه حبس و تبعید از ایران، عبدالبها در سن 64 سالگی در فلسطین از زندان آزاد شد. علارغم چالش‌های بزرگی که در طول زندگی مجبور به رویارویی با آنها بود، در سال 1911 میلادی سفر جدیدی را به سمت اروپا و آمریکای شمالی آغاز کرد. او در موقعیت‌های بسیاری توضیح داد که اروپا در آستانه جنگ قرار دارد. او با پیشبینی قحطی در آینده از سال 1904 به بعد کشاورزان بهایی را از ایران به دره رود اردن فرا خوانده بود تا برداشت محصول را افزایش داده و غلات بیشتری ذخیره نمایند. عبدالبها پس از اعلام هشدار در غرب در مورد یک درگیری قریب الوقوع و ترغیب جهان به تلاش برای صلح، در سال 1913 به حیفا که در آن زمان هنوز بخشی از امپراتوری عثمانی بود بازگشت. او در آن زمان برنامه‌هایی برای پیشگیری از قحطی برای کل جمعیت آن ناحیه ترتیب داد. عبدالبها در اکتبر 1912 گفت: 2 سال دیگر مانده که تمام اروپا با یک شراره مشتعل شود. تا سال 1917 ممالک ساقط خواهند شد و بلایای متشه زمین را به لرزه خواهد انداخت. کمتر از 1 سال بعد جنگ جهانی اول در اروپا آغاز شد و امپراتوری عثمانی به نیروهای مرکزی آلمان و اتریش پیوست. نیروهای متفقین از جمله فرانسه، بریتانیا و در نهایت ایالات متحده محاصره سختی در اطراف حیفا ایجاد کردند. حیفا و عکا در وحشت جنگ فرو رفتند. این درگیری 3 سال طول کشید و حدود 1 میلیون نفر قربانی داد. سرانجام پس از اتمام جنگ، انعقاد معاهده سینا و فلسطین منجر به تسلط بریتانیا بر فلسطین شد. امپراتوری عثمانی چند سال بعد فرو پاشید. در دوران جنگ، اجتماعات هفتگی در خانه عبدالبها با استقبال گرم او از میهمانانی که از تمام اقشار جامعه بودند از سر گرفته شد. پس از آنکه آوازه اقدامات عبدالبها برای حفاظت از مردم فلسطین در برابر قحطی در دنیا پیچید، به خاطر خدمات برجسته‌اش به مردم به لقب سر ملقب شد. معمایی که وجود داشت این بود که او چگونه توانست به تنهایی چنین مدل پیشگامانه ای از کشاورزی را برای آن زمان ایجاد کند. او توانست حدود 40 خانواده از ایران را هدایت کند تا به طور پایدار طیف گسترده ای از غلات، سبزیجات و میوه ها را در زمینی که تا آن زمان بایر و کشت نشده بود تولید کنند. سپس محصولات را برداشت و ذخیره کنند و به سود برسانند و با تقسیم سود در میان جامعه پیوندهای اعتماد و سخاوت را ایجاد کنند. رویکردی که او نسبت به این اکوسیستم داشت کلنگر بود و از اینکه کل زیرساخت جامعه به وسیله اعضایش به صورت به هم پیوسته و به هم وابسته دیده شود اطمینان حاصل کرد. در طول جنگ آذوقه کمیاب شد. عبدالبها گندم‌هایی که در سال‌های گذشته با دقت ذخیره کرده بود را در سراسر منطقه توزیع کرد. در ژوئیه 1917 او از مزرعه‌ای در عدسیه در اردن کنونی بازدید کرد و مازاد محصولات را با شتر به منطقه قحطی زده عکا و حیفا فرستاد.
در حالی که اروپا غرق در شادی اتمام جنگ بزرگ بود و جامعه ملل در حال شکل گیری بود، عبدالبها چنین نوشت: حال صلح عمومی امری است عظیم، ولی وحدت وجدان لازم است. با گذشت بیش از 100 سال از درگذشت عبدالبها، کمک‌های وی برای صلح و توسعه کشاورزی هنوز گرامی داشته می‌شود و سخاوت و مراقبت او از نیازمندان سرمشق است. وقتی درباره اهمیت کشاورزی صحبت می‌کرد، چنین گفت: اس اساس جامعه کشاورزی و پرورش خاک است. همه باید تولید کننده باشند. این مسئله اقتصاد را باید از دهقان ابتدا نمود. دهقان اول عامل است در هیئت اجتماعی.